جنگ گورکا و هشدار به پزشکیان در مجلس ارتجاع در وحشت از پیامدهای اجتماعی گرانی‌ها و بحران معیشت مردم. پاکمهر: مگر خاموشی و گرانی 38% برق را نمی‌بینید؟ مگر تورم اقلام سفره مردم چون تخم مرغ و گوشت و بقیه را مشاهده نمی‌کنید؟ مگر تورم چند برابری را نمی‌بینید؟ پس صدای عدالت چی شد؟ حمایت از اقشار کم برخوردار جامعه چی شد؟ فیاضی: تعرفه برق مصرفی مردم یک شبه 38% گران می‌شود. دقیقاً یک کار برنامه‌ریزی شده است که به نظرم ریشه در جریان نفوذ دارد. رضوانی: تورم و رکود و ناترازی ها تبدیل به قده سرطانی شده و برای درمان آن امروز دیر است، چه رسد به فردا. دیگر مردم تحمل گرانی های بیشتر را نخواهند داشت و به تبعات اجتماعی خسارتباری منجر خواهد شد. حسینی: چرا برای حل مشکلات فرهنگیان بازنشسته 1600 اقدامی عملی نشده است و بعد از گذشت چند سال مطالبات آنها هنوز پرداخت نشده؟ تذکر من به دولت محترم جناب آقای دکتر پزشکیان عزیز است. آقای رئیس جمهور، وضعیت تورم در جامعه بیداد می کند. تورم افسار گسیخته است. هیچ نظارتی وجود ندارد و هیچ اراده و برنامه‌ای برای مقابله برای آن نمی‌بینیم و برای کنترل تورم واقعاً برنامه‌ای ما نمی‌بینیم. این بی‌تفاوتی نسبت به معیشت مردم برای چیست؟ مگر خاموشی و گرانی 38% برق را نمی‌بینید؟ مگر گرانی یک شبه خودرو به میزان 30% را نمی‌بینید؟ مگر تورم اقلام سفره مردم چون تخم مرغ و گوشت و بقیه رو مشاهده نمی‌کنید؟ مگر تورم چند برابری انواع کود کشاورزی و ماشین‌آلات بخش کشاورزی را نمی‌بینید؟ پس صدای عدالت چی شد؟ حمایت از اقشار کم برخوردار جامعه چی شد؟ من یک نکته ای رو می‌خوام به نمایندگان محترم عرض کنم و اون این که واقعا چاره‌جویی کنیم چه اتفاق داره میفته که به یک باره گرانی، افزایش قیمت ها یک شبه داره اتفاق میفته. اصلا یک جریان خزنده سازماندهی شده است. یک شبه 38% تعرفه برق مصرفی مردم گران میشه، 30% خودروی داخلی گران میشه و بعد ما فکر میکنیم که یک کاریست که اتفاق افتاده. دقیقاً یک کار برنامه‌ریزی شده است که در درون به نظرم ریشه در جریان نفوذ داره و مجلس نمیتونه فقط با تذکر کتبی و شفاهی اینجا، تذکری که تازه شنیده نمیشه. من اعتقاد دارم این موضوع رو باید جدی بگیریم. امروز مسئله اول آحاد جامعه مردم و اقشار درآمد که با آن دست پنجه نرم میکنند تورم است و مسئله اقتصاد. با بیش از یک دهه عقب‌تر در این وادی دیگر نمیتوان اسم جیرانی، تورم، رکود و ناترازی ها را زخم یا حتی بیماری گذاشت، بلکه تبدیل به غده سرطانی شده و برای درمان آن امروز دیر است، چه رسد به فردا. گرانی و تورم کمرشکن طی 12 سال گذشته به صورت تقریبا مستمر وجود داشته، این فکر را در اذهان عامه تداعی می کند که تصمیمی برای کنترل اوضاع توسط دولت مردان نبوده و نیست. جناب دکتر پزشکیان، دکتر همتی و دکتر فرزین بازارها را ول کردند. مردم در مضیقه اند. پس سایه توضیحی برای یک روز تعلل هم نیست. وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، ریشه اصلی جیرانی های اخیر خودرو، تخم مرغ و بسیاری از مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای به دلیل افزایش نرخ ارز نیما و خروج بسیاری از کالاها از شمول ارز 28500 تومان است.
همکاران عزیزم اجازه ندهید همین اتفاق در بودجه 1404 تکرار شود، چه دیگر مردم تحمل جیرانی های بیشتر را نخواهند داشت و تبعات اجتماعی خسارتباری را منظر خواهد شد. تذکر دوم به وزیر محترم آموزش و پرورش است که چرا علارغم پیگیری های مکرر برای حل مشکلات فرهنگیان بازنشسته 1400 اقدامی عملی نشده است و بعد از گذشت چند سال مطالبات آنها هنوز پرداخت نشده است. و اما تذکر سوم به وزیر محترم سمت، در روزهای اخیر قیمت خودروهای تولید داخل بیش از 30% افزایش یافته است که در شرایط فعلی به شدت تورمزاست، به ویژه اینکه این افزایش قیمت به قراردادهای قبل از این تصمیم که افراد پول پرداخت کردن نیز اعمال شده است. متاسفانه زیان انباشته این شرکت ها که عمدتاً ناشی از سوء مدیریت آنهاست از جیب مردم پرداخت می شود که زیبنده نظام نیست. ضمناً این افزایش قیمت با شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور محترم نیست در تناقض است که منتقد بودند که مثلا خودروی 20,000 دلاری در داخل 100,000 دلار فروخته می شود.